رستم جان اونو بده بتونی راحت بشینی. داداش این واقعا کوره، چرا داره اینجوری نگاه میکنه؟ وای سیبیلو، فکر میکنه نفهمیدم چشم چرونی میکنه. فهمیدیم که ایپک با این یاروی سر و سری داره. این بچه سوسوله هم به دختر مو قرمزی ما نظر داره. ماشاءالله کار اینا هم تمومه، خوبه. این مادر بزرگم از وقتی اومده تو خودشه، اصلا حالش خوب نیست. حتما درد بزرگی داره، خدا شفاش بده. این دیگه چرا میخنده؟ عجب. و ای مادر بیچاره من، چه سرنوشت سیاهی داشتی. بیچاره، گیر آدمی مثل بابای من افتادی، طفلکی. آخه این پسرم نگاهاش عجیبه ها، ماشاءالله خدا فقط بهش موجه داده. وقتی پرک میزنه موجهاش به هم گره میخورن. انگار اشتباه کردم، این پسره تو دستش حلقه داره. ای وای، خواهرم هم یکی مثل همون حلقه تو دستشه. وای نکنه اینا بدون اطلاع ما نامزد کردن، کارو تموم کردن، حالا میخوان سر منو شیره بمالن. ببینم اگه حلقه تو دست چپش باشه یعنی نامزدن. حالا هرچی بخیال، اگه اسم من جمیله این بازی رو به هم میریزم. هی مامان. بله پسرم. من میرم بخوابم. شب بخیر داداش جون، خوابای خوب ببینی. پسرم این وقت شب چه خوابی؟ مهمون داریم. از راه رسیدم خستم، خوابم میاد. همگی ببخشید. پسرم عزیزم، اومدن برای خواستگاری جمیل جان، اینجوری زشت. زود باشین دخترها، شما یه قهوه درست کنین. زود باشین، زود باشین. بشین بشین، من قهوه محوه نمیخوام. خب چرا از من خواستگاری کنن؟ به من چه ربطی داره؟ خب پس از کی باید خواستگاری کنیم؟ داداش یکم دیگه به سمت چپ بچرخ. کجا؟ یکم دیگه. آها خوبه. از بابام خواستگاری کن. عجبا، دختر اونه، اون باید رضایت بده. من تو این مورد نمیتونم کمکی بهتون بکنم، ببخشید. پسرم بابات قاطی این قضیه نکن، قاطیش نکن. داداش خب بابام که اینجا نیست. آره پسرم عزیزم، ببین تنها مردی که الان بالا سرمونه تویی، باید از تو خواستگاریش کنن. تو هم باید رضایت بدی و برن. قربونت برم عزیزم، حرف منو زمین ننداز. باشه اگه اینطوره پس این کارو میکنیم. اینطوری چی کار میکنی؟ چون خیلی مهمه دارم به بابا زنگ میزنم. خدایا داره یه طوری میشه. مامان بزرگ. پسرم نمیشه ما این موضوع رو توسط شما حلش کنی؟ مادر جون نمیشه، جلومو نگیرین، من باید به بابام زنگ بزنم، نمیتونم. میشه ازت خواهش کنم اون تلفنو قطع کنی؟ دیگه داره زنگ میخوره. جواب داد. بذار بذارمش رو بلنگو تا راحت حرف بزنه. الو جمیل، چی شده پسرم؟ وای واقعا جواب داد. فهیمه برو قرص زیر زبونی منو بیار. برو شلو میشم، برو قربون دست. جمیل چرا حرف میزنی؟ باز دوباره سر کارم گذاشتی؟ بابا جون سلام علیکم، ببخشید مزاحم شدم، برای یه کار خیر تماس گرفتم. امر خیر؟ پسر باز دوباره داری چه کار میکنی؟ بابا جون یکی اومده خواستگاری خواهرم. خواستگاری کی؟
حیات؟ آره میخوان با تو حرف بزنه. یعنی چی؟ قد کن من به کسی دختر نمیدم. حیات هنوز بچه است، تازه رفته سر کار. بعد دقشون کن بذار برن. پسر انقدر مزاحم من نشین، ما توی طوفان گیر کردیم. به مادرت سلام برسون. من بچه؟ یه لحظه، این یعنی چی؟ یعنی چی واقعا؟ چه خبره؟ میشه تلفن رو بدی به من؟ بابا جان داماد میخواد باهات حرف بزنه، فقط گوشی رو بلنگوه. قربونت برم، حرفای زشت نزنی ها. سفر خان سلام. قطع کرده. بفرمایین آقا، تلفنتون بفرمایین. بی بده مادر، بده، فشارم باز رفته بالا. تفلک نمیبینی. مامان میگه دختر نمیدم، میشه لطفاً یه کاری کنی؟ من چی کار کنم؟ میگه نمیدم. خب بهش بگین کارو تموم کنین، نترسین خاله جون، بالاخره که متوجه میشه. والا کارو خیلی بد به هم گیره خورده. خب حالا چی میشه؟ این کاری نمیتونیم بکنیم، باید بدزدیمش. چی کار میخوای بکنی؟ میخوای بدزدیش؟ تو نمیتونی خودتو جا به جا کنی. امینه خانم به خدا دیگه نمیدونم چی کار کنم. خب چجوری حلش کنیم اینو؟ سب کن عظیمه خانم، من یه قرص دیگه بخورم. ضرر نداشته باشه آخه. مامان اون قرص رو بذار کنار، یه راه حلی پیدا کن لطفا. چه راه حلی پیدا کنم دخترم؟ تو اینجا باش، من میرم دم در. باشه کرم، 2 دقیقه دهنتو ببند. مامان چی؟ مامان ها؟ مامان خیلی چی کار باشه کنه؟ یکم آروم باشین، حرف نزنین. من قبول نمی کنم. چی رو قبول نمی کنی؟ اینو قبول نمی کنم که... خب بگو. من از بابا بزرگ حشمت حیاتو خواسته گرفتم. من اصلا شبیه اون نیستم بابا. بعدشم اومدی تو خونه ما صدا تو بیار پایین، نمیشه داد و بیداد را بندازی. تو دختره رو گرفتی، منم ازت پس گرفتم، به همین سادگی. ببین آخه آخه تو هم که نمیتونی ببینی، داره اعصابمو خورد میکنه. خب چون نمیتونم ببینم میخوای منو بزنی؟ اگه میدیدم میخواستی منو بزنی؟ داداش از اون طرف. از این طرف؟ آره از همین طرف برو. ممنون سیبیلو، بیشتر از همه از تو خوشم اومده. از کجا فهمید سیبیل داره؟ خیلی جالبه ها. شنیدی بابام چی گفت؟ گفت دختری نداریم که بهت بدیم. خب دیگه خودت میدونی از کجا بری بیرون. به سلامت، خداحافظ. حالا شما خوب به حرفای من گوش بدین، این دختر زن رسمی منه، یعنی زن و شوهریم، به صورت رسمی ازدواج کردیم. چه ازدواجی؟ ازدواج رسمی. تلفنم داره زنگ میزنه، حتما بابامه. طرف حتما یه چیزایی حس کرده، داره زنگ میزنه. حیات بیا بگیر، تو بابا صحبت کن، تو بهش جواب بده، بگو بابا جون من ازدواج کردم اما بهت نگفتم. بهش بگو تو رو آدم حساب نکردم. آه چی حیات؟ بیا بگیر دیگه، زود باش. من جواب نمیدم، نمیخوام. چی شد؟ چرا همه تون ساکت شدین؟ پس چی شد؟ بایدم ساکت باشین، کار همه تون ساخته است. جمیل اومده. شکرت
شما اصلا زحمت نکشین آیا خانم، من خودم واسه خودم چای درست میکنم. ببخشید آریا خانم، من متوجه اومدنتون نشدم، داشتم کتاب میخوندم. چی داری میخونی اینجوری غرق خوندن شدی؟ این همون کتابی نیست که تو اتاق لیلا بود؟ نه دلم نمیاد کتابو بندازم بیرون، گفتم یکم بخونمش. خوندم، کتاب جالبیه. روزنامه‌ای که وسط کتاب بود کجاست؟ انداختمش بیرون. کجا؟ زود باش پیداش کن. انداختمش تو آشغالا. گفتم زود باش، زود باش، منتظرم. دیگه رسما دارم عقلمو از دست میدم. واقعا که عجب سرنوشتی داریم. زنمو گذاشتم اونجا، برگشتم خونه. الان اگه من حرف بزنم عصبانی میشی، اما داداش حیات حق داشت. چرا حق داشت مامان بزرگ؟ ها؟ چرا حق داشت؟ اون زن منه. بدون اینکه چیزی بگین رفتین. حالا از کجا دارین میایین؟ هزار بار گفتم هر کاری یه رسم و رسومی داره، اما حرف هیچ کسو گوش ندادی. اشتباه کردیم، حالا هم داری تاوان اشتباهاتمونو پس میدی. خوبه. بابا بزرگ حشمت کجاست؟ هر وقت بهش نیاز داریم غیبش میزنه. واقعا اگه بابا بزرگ بود حتما حلش میکرد. نظرتون چیه منتظر باشیم که پیداش بشه؟ بی خود منتظرش نباشین. یعنی چی؟ یه جوری حرف میزنه انگار چیزی شده. تو میدونی کجاست؟ من چه میدونم کجاست؟ مامان بزرگ میشه به من نگاه کنی؟ ببین وضعیت خیلی بحرانیه، تو رو خدا اگه میدونی کجاست بهمون بگو، خیلی بهش احتیاج داریم. مامان بزرگ میشه یه چیزی بگی؟ گفتم منتظرش نباشین، اون نمیتونه بیاد. منم خستم، میرم بخوابم. داداش بین مامان بزرگ و بابا بزرگ حشمت چی هست؟ ما که نفهمیدیم. منم نمیدونم. بگذاریم، من میرم بخوابم، سرم داره میترکه، سعی میکنم بخوابم، البته اگه بتونم. شبت بخیر. شب بخیر. پسرم باز چی شده؟ چرا همه عصبانیه؟ نه پرس مامان، داداش حیات اومده با باباش صحبت کرده، اجازه نمیدن حیات عروسمون بشه. خب وقتی از ده زن بگیری اینجوری میشه دیگه. وای مامان وای، تو بازم حرفای خودتو بزن، من که میرم بخوابم. ای خدا، این آدم منو میکشه. دیدی چی گفت؟ مطمئنم میکشه. دیدی پشت تلفن چی گفت؟ جمیلم رو حرف اون حرف نمیزنه. البته که هیچکس نظر امینه رو نمیپرسه. چرا بپرسه؟ چون امینه آدم نیست که. چرا ازش چیزی بپرسه؟ مامان بهش بگو من ازدواج کردم، شوهر دارم. بگو دخترتو دادم رفت. آها، فکر کردی به همین راحتی هاست؟ چرا خودت نگفتی ها؟ دختر تو چرا فرار کردی رفتی ازدواج کردی ها؟ بابات به خدا ما رو میکشه، میکشه. میگم نکنه این دعوا به خونریزی ختم بشه. نه من دیگه نمیتونم تحمل کنم، من میرم. وایسا قربونت برم دخترم، نکن، نرو عزیزم. ببین دخترم دعوا رو میفته، داداشت میفهمه به بابات زنگ میزنه، خون به پا میشه. دخترم حیاتم این کارو نکن. ببین داداشت حالش خوب نیست، چشاشو از دست داده. میخوای برای این موضوع ناراحتش کنی؟ فقط این که فهمید کرم سیبیل داره ها، اون یکم عجیب. شاید موقعی که حرف میزدیم شنیده. من اصلا پیش اون در مورد سیبیلای کرم حرف نزدم. عزیزم اینجور آدم ها چشم دلشون روشنه، بچم حتما حس کرده. سیبیلاشو؟ بازم یکم عجیبه. مزخرف نگی، چرا باید دروغ بگه؟ عجبا، پسر من آدم درستیه، دروغ مروغ تو کارش نیست. حالا هرچی، من نمیتونم صبر کنم، میخوام پیش شوهرم باشم. قربونت بشم دخترم، یکم صبر کن. خواهش میکنم صبر کن، بذار کم کم روش کار کنیم، یکم آروم بشه، اون موقع با خیال راحت برو. خواهش میکنم. اگه اینجا بودی محکم بغلت میکردم و موهاتو ناز میکردم. منم خیلی دلم برات تنگ شده. عشقم گریه نکن، گریه نکن، من طاقت گریهاتو ندارم. ببین گریه کنی میام اونجا دنبالتو. نه نه نه، یا گریه نمی کنم. بدون تو هر ثانیه به اندازه یه سال طول میکشه. من اگه دستتو نگیرم شب خوابم نمیبره. اگه اینطوری نمیشد الان باید توی ماه عسل بودیم.
از همه چیز و همه کس دور بودی، کنار هم بودی. من اینجام، عشقم، پیشتم، همیشه کنارتم، حتی اگه بینمون فاصله باشه بازم فرقی نمیکنه. قلب من به عشق تو میزنه، فقط به خاطر تو. میدونم، اینو حس میکنم. ببین مثلا الان مواتو بو کردم، تو هم داری میخندی، انقدر قشنگ میخندی که تمام درد و مشکلات از یادم میره. تو میخندی دنیام قشنگ میشه حیات. خیلی دوستت دارم. منم تو رو خیلی دوست دارم. Hasretin dökülür gecelerden sokaklara, gelir yüreğime çöker, gelir yüreğime çöker. Her gün başka bir pencerede sensizliğim yollarına bakar. حیات ما داریم چی کار میکنیم ها؟ چرا باید از هم جدا باشیم؟ الان میام دنبالت، کسی هم نمیتونه جلومو بگیره. من دیر تک کنم سندیم، او دا سنسین، او دا سنسین. من دیر تک سنده یاندم، آلکلندیم، دیلندیم. Ben sokaklara gelir yüreğime çöker, gelir yüreğime çöker. Her gün başka bir pencerede sensizliğim yollarına bakar. Ve boynunu büker. Her gün başka bir pencerede sensizliğim yollarına bakar. Ve boynunu büker. Ben bir tek kadın sevdim, o da sensin, o da sensin. Ben bir tek sende yandım, alevlendim, delilendim. Ben bir tek adam sevdim, o da sensin, o da sensin. Ben bir tek sende yandım, alevlendim, delilendim. Ben bu sevdayı yemin bildim, söz bildim. Ben bu sevdayı kutsal bildim. Ben bu sevdayı yemin bildim, söz bildim. بدون تو نمیشه. بدون تو هم نمیشه. من چند دفعه بهت گفتم به من زنگ نزن، خودم بهت زنگ میزنم. خب تو پرستاریشو بکن، من بهت پولشو میدم. گریه میکنه، صداش اومد. داره گریه میکنه. باشه باشه، ببین خوب به حرفام گوش بده. اونجا یه چند تا کشو هست. آره کشوی کمد. تو آخرین کشو جورابای من هست، یکیشونو بردار.
معلومه که تمیزه. میخوام جوراب کثیف بدم به بچه. حالا اونو ببر نزدیک بچه، باشه؟ بذار بچه بوی منو حس کنه بخوابه، به جای منم ببوسش، باشه؟ خیلی خب برو، من بهت زنگ میزنم، تو بهم زنگ نزن. من یه راهی پیدا میکنم که داداشم رو راضی کنم، نگران نباش. یادت رفت ببوسی؟ این دیگه چی بود؟ یه بوس واسه جایزت. بیا اینجا ببینم اینا دارن چی کار میکنن. بدون اطلاع من دارن همدیگه رو بغل میکنن. بیا. چی شده؟ داداشم پشت پنجره است. خب باشه، اون که کوره نمیتونه ما رو ببینه. بیا اینجا ببینم. راست میگی. شیطونه میگه هم کینگ برم بزنم. من چطوری میتونم تو رو اینجا بذارم؟ بسه دیگه بسه، وسط کوچه دارین چی کار میکنین؟ داداش تو میبینی؟ آره میبینم، اما کور بودن اصلا خوب نیست. داری آبرو حیثیتمونو به باد میدی. من کار زشتی نکردم. آره نمی کنی، اصلا هم نمی کنی. با پسر مردم وسط کوچه داری همدیگر رو میبوسی، اونم لب تو لب، هیچ کاری نمی کنی. آره دختر تو آبرو حیثیتمونو بردی. برو تو. یه لحظه تو نمیتونی با زن من اینطوری حرف بزنی. زنت؟ چه زنی؟ ما به تو دختر مختر ندادیم. تو انگار نمیفهمی چی داری میگی، یا مستی یا زده به کلت. داداش تو انگار هنوز باور نکردی ما با هم ازدواج کردیم. ببین هنوز داره حرف میزنه. برو تو ببینم، ما داریم دو کلم حرف مردونه میزنیم. زود باش. یه لحظه، تو هر طور دوست داری میتونی با من حرف بزنی، اما نمیتونی به زن من بگی چی کار کنم. هنوز میگه زنم. تو هنوز باورت نشده ها؟ ما ازدواج کردیم، رسماً زن و شوهری. دختر مگه تو خانواده نداری ها؟ مگه ما تو رو از سر راه پیدا کردیم؟ تو پدر یا برادری نداری؟ ما تو رو به کسی ندادیم، کسی نمیتونه تو رو بگیره. اینو تو کلت فرو کن. دارم، بابا دارم، داداش دارم. یادم نمیاد آخرین بار کی بابامو دیدم. یادم نمیاد آخرین بار کی کنارم بود. یادم نمیاد ما کی با هم سر یه سفره غذا خوردیم. تو چی؟ آره تو خودت کی به من زنگ زدی؟ یه بار زنگ زدی بگی خواهرم حالت چطوره؟ زنگ زدی بگی همه چی رو به راه چی کار میکنی؟ کمو کسری داری؟ پول داری؟ سلامتی چطوره؟ پرسیدی؟ تو منو مادرمو ول کردی و رفتی. من یک ساله که تو رو ندیدم، حالا اومدی داری تو زندگی من دخالت میکنی؟ از من حساب پس میگیری؟ یکم فکر کن ببین واقعا حق داری؟ حیات من خوبم، تو برو. یه لحظه باشه، حلش میکنیم. میخوام ازت یه چیزی بپرسم. ببینم این حرفایی که الان زدی دقیقا این همین حرفا رو میتونی به بابام بگی؟ بابام کجاست؟ کجاست؟ کو؟ نیست. داداش قبول کن، هیچ وقت بابا بالا سرمون نبوده، همیشه بابا بزرگ پیشمون بوده. برای هر کاری از اون اجازه گرفتیم. یه چیزی میخوام بگم، آروم باشی، حتما یه راه حلی وجود داره. ها؟ حتما داداشت هم برای خوشبختی تو این کارا رو میکنه، مگه نه؟ معلومه که همینه، وگرنه چی دیگه میتونه باشه؟ خوشبختیشو میخوام. مگه من میتونم خوشبختی خواهرمو نخوام؟ منم میخوام عروسیشو ببینم. یه عروسی، یه حنابندوری، نامزدی، چیزی آخه. باشه، هر کاری بخوای انجام میدی، مشکلی نیست. من به خاطر خودم نمیگم، میگم شاید خواهرم دلش بخواد، وگرنه به من چی؟ نه، برای منم مهم نیست. باشه، هر کاری لازم باشه انجام میدیم. مراسم هموم و حنابندون رو انجام میدیم. باشه، ولی اگه بابام بفهمتی؟ خب اینو دیگه تو باید حل کنی. چرا من باید حل کنم؟ من چطور باید حلش کنم؟ یه راه حلی پیدا میکنی؟ نه، من نمیتونم راه حلی پیدا کنم. پیدا میکنی؟ چرا؟ بلدی راه حل پیدا کنی؟ همونطور که گفتی کوری و هممونو فریب دادی، یه راه حلم برای این پیدا میکنی. بیچاره مامانم طفلکی، میدونی چقدر ناراحت شد؟ باشه ببین حیات، اگه مامان چیزی بفهمه بدجوری کلامون میره تو هما. نمیشه، من بهش میگم. باشه دختر، باشه دیگه، به خدا همه چی رو به بابا میگم.
تو الان داری ما رو تهدید میکنی؟ بعد از این تهدیدم میکنم، مهدیدم میکنم، انیشته دیگه گیر افتادی. آی داداشای قبول داماد؟ قبوله؟ قبوله، باشه باشه. قبول حیات؟ ها؟ بیا اینجا ببینم، بیا بیا تو بغل داداش، بیا. دختر انقدر بزرگ شدی که داری داداشتو تهدید میکنی، آره؟ قربونت برم من، قربونت برم. برای نهار جایی قرار نذار، میخوام با هم نهار بخوریم. نجه، با هم نهار خوردن دیگه از کجا پیدا شد؟ یکی از دوستان با دخترش میاد، منم میخوام با تو برم. مامان من نمیام، تو برو، من دوست دختر دارم، میدونی که. یعنی چی نمیام؟ جا رزرو کردم، معلومه که باید بیای. بعدش هم من از طیبه خیلی خوشم میاد. خیلی خوشت میاد داره؟ پس به فرزند خوندگی قبولش کن. اینجوری با هم دیگه میرین غذا میخورین. من اصلیو خیلی دوست دارم. پسرم عاقل باش، سارته وضعیتش خوب نیست، نمیتونی با اون دختر ازدواج کنی. فقط باش تفریح کن، اما اون دختره به عنوان عروس نمیتونه بیاد تو این خونه. یکم بزرگ شد دیگه، مجبوری منطقی رفتار کنی. مامان من نمیام، نمیام، فهمیدی؟ در ضمن برای نهار با اصلی قول دادم. فکر کردی پا شدی رفتی همه چیز تموم شده؟ بهت نشون میدم. میگفتی بی تو هیچم، با من بمون همیشه، نباشی من میمیرم، گل بی گلدون نمیشه، چه اشتباهی کردم. اینجور دوبار میخون، دوباره سه بار حرفشو باور کرد. اینو هایی چرا افتاده سر زبون من؟ بابا بزرگ حشمت که دیگه اینجا نیست. آخه شما هم دلتون واسهش تنگ شده؟ آره آره، وقتی میگفتم بخواب لبشو اینجوری میکرد خیلی بامزه میشد. چی؟ من چی دارم میگم؟ اگه الان اینجا بود که پدر من یکی رو در میآورد. چه اشتباهی کردم، حرفشو باور کردم، چه اشتباهی میکنه، حرفتو باور میکنه، چه اشتباهی میکنه، حرفتو باور میکنه، چه اشتباهی کردم، حرفشو باور کردم، حرفشو باور کردم. هی به چی نگاه میکنی؟ بیا پایین ببینم. هی چه خبره؟ آقا چی شده؟ چی کار میکنی؟ الان میزنم سر و صورتتو داغون میکنم، از سقف مثل لامپ آویزونت میکنم، بزن به چاک. هی آقا، یه برادر حیات، یکم آروم باشی، چی شده؟ خانم محترم، این مردی که داشت به شما نگاه میکرد، من جلوشو گرفتم. آقا قسم میخورم من نگاه نمی کردم، والا به خدا راست میگه. باشه باشه آقا. خانم محترم، میگم به شما نگاه میکرد، میگم داشت به شما نگاه میکرد. به خاطر اینجور آدم ما قاتل میشیم، بعدش هم گوشه زندون میپوسیم. آره داشت نگاه میکرد، چون من خیلی خوشگلم. یه لحظه ببینم، مگه شما کور نبودین؟ دارم میبینم، همون بهتر که میبینم، یعنی همون بهتر که میبینم. به خاطر خدا شما هم یکم لباسای پوشیده تر بپوشین دیگه، اینطوری که نمیشه. هی استاپ آقای برادر حیات، شما متوجه هستین چی دارین میگین؟ به کسی اجازه نمیدم تو زندگی خصوصی من دخالت کنه. آقا منو ول میکنی برم یا نه؟ برو برو. اینجا چه خبره؟ داداش تو کجایی آخه؟ همه جا رو دنبالت گشتیم.
چیزی نیست. توبا، حالا که دیدمت بذار بگم، ما یه لباس عروسی و یه لباس هنوبندون لازم داریم. چی؟ هنوبندون داریم؟ واسه عظیمه خانوم؟ بابا بزرگ اشمت برگشته؟ وای من حس می کردم واسه همین آهنگ افتاده بود تو دهنم. چه اشتباهی کردم. شوهر خواهم دارم چی داره میگه؟ بابا بزرگ منو مامان بزرگ تو ها؟ چه خبره؟ خیر باشه. بیا برادر زن، بیا من خودم به توضیح میدم. بیا عزیزم. چه خبره؟ بابا منو به مراد نداد، داداشم هم کور نبود، اونم گفت که باید همه رسم و رسومامونو انجام بدیم. ما میخوای مراسم عقد، عروسی، حموم و هنوبندون و این چیزا رو انجام بدیم. داستانش طولانیه. حموم؟ چه ربطی داره؟ واقعا ارور 404 یافت نمیشه، متوجه نشدم. باشه من برات توضیح میدم. اینکه چطور یک کور بیناییشو به دست میاره، چطوری میان خواستگاری یه دختر، همشو توضیح میدم. چطوری بیناییشو به دست آورد؟ عجبا، این زن برای چی روزنامه قدیمی رو نگه داشته؟ نکنه فامیلشه؟ عظیمه خانم، وسایلتون آماده کردم، همه رو شستم و اوتو کردم. باشه دخترم، بدش به راننده. خیر باشه عظیمه خانم، هر روز کجا میری؟ میرم ملاقات یه مریض، یکی از آشناها مریض شده. واقعا؟ خب کیه؟ ما هم بریم ملاقاتش. تو نمیشناسیش، یه آشنای قدیمیه. راستی امشب قراره برای حیات هنوبندون بگیریم. این دیگه چیه؟ مگه میشه بعد چند ماه هنوبندون؟ چون داداشش فهمیده گفته باید این کارو بکنین. این خانواده خیلی عجیبن، داداشش، باباش، بابا بزرگش. پناه بر خدا، زنگ زدم یک کسایی بیان برای آماده کردن وسایل هنوبندون. چه خوب، قرار کلی به همون خوش بگذره. باشه من حواسم بهشون هست، شما نگران نباشید. اینم داره یه کارایی میکنه. بابا بزرگ ما رو ببین تو رو خود، والا دیگه از تعجب زبونم داره بند میاد. حالا برای ما فیلم بازی میکنه که من منزوی شدم. من اینو چجوری به بابام نگم؟ اگه بگی چه فایده ای داره؟ اینم شد حرف؟ من همیشه راست میگم. یعنی تو راستگویی؟ آره دقیقا. باشه پس، چون نمیدونم میپرسم، پس چرا به مادرت دروغ میگی؟ منظورم این داستان کور شدنته، درست نفهمیدم؟ وای، یعنی داری تلافی میکنی؟ آره؟ به وقتش کنایه میزنی؟ آره؟ ببین من نمیخوام کنایه بزنم، رو کراس دارم میگم، ما به همدیگه نیاز داریم. بیا همدیگر رو ناراحت نکنیم و به هم کمک کنیم. میخوام یه خانواده خوشبخت باشیم. من یه قدم سمتت برداشتم، پس تو هم یه قدم بردار. دروغی که گفتی به کارم نمیاد. باشه، حق با جنابادی. پیغامتو گرفتم شوهر خواهر، اما فعلا برگردیم سر اصل موضوع. ها؟ ای بابا وای خیلی چیکار شده. اینو چرا اول صبح پسری که چشاش نمیبینه رو بردن شهر؟ اصلا یه چیزی میدونن دیگه خاله امینه. اصلا میخواست اینجا بمونه که چی بشه، حوصله‌اش سر میرفت، حداقل بچه‌ها اونجا. دیشب صداشو شنیدین دیگه؟ آره. کیو؟ شوهرم. کسی که از امینه نمیپرسه، نمیپرسه دختره رو بدیم یا نه. اصلا تو کی هستی؟ تو کی هستی؟ اصلا تو این یه سال یه بار زنگ زدی حال ما رو بپرسی؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. دخترا ببینین من چطوری شدم، خوبم؟ والله یه گوله نمک شدی خاله جون. فقط داداش خلیل تو رو اینطوری نبینه فهیمه جون، والله دستتو میگیره همونجا به خدا عقدت میکنه. چرت و پرت نگو. ببینم خاله فهیمه چطوری خودتو خجالتی میکنه، به منم یاد بده. Ha 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 ha
عشقم، میای کمکم؟ نمیتونم اینو ببندم. اومدم. حواست هست؟ باید دقیقاً برعکس اینو انجام میدادم. خب ولی خودت خواستی، گفتی انجامش بدیم. آره گفتم، چون میخوام خوشحال باشی، چون تو لایق بهترینایی. ولی به نظرت چیکار کنیم؟ یکم عجله کنیم؟ باید یکم دیگه صبر کنی عزیزم، یکم دیگه منتظر باش. تو داری منو دست میندازی؟ نه دست نمیندازم. به نظرت این که به هم نمیرسیم قشنگ نیست؟ حسامون بیشتر میشه. این فکرهای مسخره رو از ذهنت بنداز بیرون، امشب تموم میشه. بذار فیلم و عکساشون رو بگیرن، بعدش تموم. از فردا کسی نمیتونه تو رو از من بگیره. اینجوری نگو، من خجالت میکشم. به نظرت یه چیزی عجیب نیست؟ یعنی تو رو بوسیدم ولی کسی وارد اتاقمون نشد؟ کسی این لحظه رو خراب نکرد؟ به نظرت یه بار دیگه امتحان کنیم؟ امتحان کن. نو 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 عزیزم، بیا بریم بیرون. همه چی به حالت قبلی برگشت، منم کم کم ترسیده بودم. بله تو با مردا امروز بیرون اوت، اوکی؟ کلی کار داریم، باید اشک دختره رو دراریم. نه که خیلی کم گریه کردم. واقعا؟ یعنی شما گریه کنین؟ چرا میخواین اشک زن منو در بیارین؟ اوه عزیزم، این رسم. زود باش برو، هنوز دارم میبینم ات اینجا. برو. باشه برو دیگه، هنوزم معلومی. برو بیرون بیرون. دارد دارم. داداش کجایی؟ خونه ای؟ بیا دیگه منتظریم. رو هم خدمت، اینجا آبم نمیخوریم، زود باش بیا دیگه. زود خودتو برسون داداش. باشه باشه، شما بخورین من الان میام. باشه حله، منتظریم فعلا. اومدم نزدیک خونه شما. دیوونه شدی؟ اینجا چی کار میکنی؟ الان گیر میفتی. چیزی نمیشه. اگه میدونستم این کارو میکنی اصلا بهت نمیگفتم. این کارا چیه؟ یعنی چی اومدی جلوی در واسدی؟ تو واقعا جدی جدی عاشق این دختر شدی یا؟ من بهت گفتم که چقدر جدیم، ولی این بیخیالی تو منو عصبانی میکنه. دریا میدونی اگه چیزی که میخوامو به دست نیارم چی میشه؟ آره؟ یادت باشه تو هم به من قول دادی صبور باشی. چه صبری؟ برای دومین بار دارن ازدواج میکنن، میخوان هنابندون رو بندازن. ببینم تو اون جبر رو جاسازی کردی؟ آره گذاشتم، ولی میدونی که نمیتونم به زور بدم دستش. باید یکم صبور باشی، بالاخره پیداش میکنن. صبور باش. باید صبر کنم. آره؟ در مورد چی داری حرف میزنی؟ اگه تو نتونی این کارو بکنی من خودم انجامش میدم. هرگز کار احمقانه انجام نده، همه چیزو خراب میکنی. نه تو به خواستت میرسی نه من. همه چیز تحت کنترله، خواهش میکنم نگران نباش. من فقط از زمان خواستم. اگه نمیتونی زمان بدی دیگه خودت میدونی، من بهت کمک نمیکنم. تو هم از اتفاقا با خبر نمیشی، مجبور میشی چشم بسته عمل کنی. باشه، حرف بزرگترم رو گوش میدم. آها آفرین، یکم منطقی باش. الانم از اینجا دور شو، زود باش، چون اگه مراد ببینتت کسی نمیتونه تو رو از دست اون نجات بده.
عشق لفتن انلمان.